سرخط خبرها. افزایش مبتلایان کرونا در ایران به 245 مورد. وزارت بهداشت میگوید 7 نفر دیگر جان باختند. نماز جمعه تهران و چند شهر دیگر لغو شد. چالش درمان ویروس مرموز. بعضی از بهبود یافتگان در چین و ژاپن دوباره مبتلا شدند. درگیری اطراف یک شهر استراتژیک در استان ادلب سوریه. شورشیان میگویند سراغب را گرفتند، روسیه تکذیب میکند. و ساخت عطری در مسکو که بوی دادگاه‌های استالین را تداعی میکند. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. رئیس پلیس اداره گذرنامه ایران میگوید خبر ممنوعیت مطلق ورود اتباع چین صحت ندارد. این خبر را رئیس فرودگاه امام خمینی تهران اعلام کرده بود و همچنین گفته بود همه مسافران در بدو ورود به کشور با استفاده از دوربین های حرارتی کنترل می شوند تا اگر علائم ابتلا به ویروس کرونا را داشتند اقدامات لازم صورت بگیرد. همزمان اعلام شده مراسم نماز جمعه این هفته در تهران و مراکز چند استان دیگر برگزار نخواهد شد. در همین حال شرکت های هواپیمایی قطر و امارات ارتباط هوایی خود را با ایران قطع کردند. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 245 نفر رسیده. همچنین از دیروز 7 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. از دیروز تا ظهر امروز بیش از 100 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران اعلام شده. جهشی که در چند روز گذشته بی سابقه بوده. کرونا به 22 استان پا گذاشته. قم همچنان بیشترین تعداد مبتلایان را دارد با دست کم 72 مورد. تهران با 64 مورد و گیلان با 40 مورد بعد از آن هستند. 69 مورد هم در استانهای دیگر مبتلایند. اما بسیار از مردم به آمار رسمی بی‌اعتمادند و معتقدند که حکومت پنهانکاری می‌کند. آمار رسمی به لحاظ اپیدمیولوژیک باید حتماً با تست نهایی تایید بشه و به عنوان موارد قطعی اعلام بشه. لذا لزوماً ممکنه که همزمانی با آمار ما با آماری که پزشکان در بیمارستان‌ها بر روی بیمارشون تشخیص می‌ذارن نداشته باشه. بنده می‌خوام صمیمانه آیت الله خامنه‌ای که پیش از این گفته بود ویروس کرونا مانع استقبال رای دهندگان از انتخابات مجلس نشد، در ویدیوی کوتاهی که از زمان ملاقاتش با رئیس فرهنگستان علوم پزشکی منتشر کرد به صورت غیر حضوری از پزشکان و پرستاران تشکر کرد. من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که این تشکر رو بکنم در حضور آقای دکتر برندی، رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی. در روزهای اخیر چند نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی از مثبت بودن تست کرونای خود خبر دادند. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی با تردید کاربران همراه بوده و بعضن از آنها مدرک و نتیجه آزمایش خواستند. این تصویر است که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در اینستاگرامش منتشر کرده. بله، تست کرونای بنده هم مثبت شده. این فعلا فراگیره، جای نگرانی نیست. در قرنطینه هستم. انشالله ملت ما بر کرونا غلبه خواهند کرد. معاون معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم از مثبت بودن نتیجه آزمایش خانم ابتکار خبر داده و گفته که او در منزل بستری است. این هم تصویر الهام شیخی، فوتسالیست 22 ساله قومی است که در تیم‌های داخلی استان قم بازی می‌کرد. او به علت ابتلا به بیماری کووید 19 ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست داد. تلویزیون حکومتی ایران اما از بهبود تعداد زیادی از بیماران مبتلا خبر داده. مرتضی رحمان‌زاده، شهردار منطقه 13 تهران که اوایل هفته اعلام شد کرونا گرفته، از بیمارستان مرخص شده. خبرگزاری فارس حال عمومی او را خوب توصیف کرده. وحشت از انتشار ویروس در مدارس باعث شده خانواده‌های زیادی نخواهند فرزندانشان به مدرسه بروند. حالا محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، از آموزش از راه دور صحبت کرده. با توجه به احتمال تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال، برای همکاری با وزارت علوم و آموزش و پرورش امکانات ویژه‌ای را جهت آموزش مجازی و از راه دور فراهم کردیم تا میلیون‌ها دانش آموز و دانشجوی عزیز ضمن حفظ سلامت خود از تحصیل علم هم جا نمانند. تجمع کمتر، پیشگیری بیشتر.
وزیر ارشاد هم تعطیلی همه برنامه‌های فرهنگی، هنری و سینمایی را برای یک هفته دیگر تمدید کرده. علیرضا زادی، رئیس ستاد مدیریت کرونا در تهران میگوید پیشنهاد داده قوه قضاییه به زندانی‌هایی که از درون زندان می‌توانند گواهی صحت بگیرند، اجازه مرخصی بدهد. به دلیل تجمع زیاد در محیط‌های کوچک، در زندان‌ها و پادگان‌ها، نگرانی از شیوع کرونا در این مکان‌ها زیاد است. آمریکا و سازمان بهداشت جهانی در مورد رویکرد ایران به مقابله با بحران هشدار دادند. سازمان بهداشت جهانی میگوید عدم اطلاع رسانی درباره تعداد مبتلایان به این سازمان از چالش‌هایی است که در برابر کشورهایی مثل ایران دارد. فرین آسمی، بی بی سی. در همین حال مقام‌های بهداشتی چین گفتند 14% از افراد مبتلا به ویروس کرونا در استان گواندانگ که بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده بودند دوباره به این ویروس مبتلا شدند. یک مورد مشابه هم در ژاپن مشاهده شده. مقام‌های بهداشتی هر دو کشور گفتند مبتلایان سابق را بعد از ترخیص از بیمارستان تحت نظر می‌گیرند. در همین حال ژاپن اقدامات بیشتری برای مقابله با ویروس شیوع کرونا در پیش گرفته. عربستان هم ورود اتباع خارجی برای حج و عمره را ممنوع کرده. مریم افشان گزارش می‌دهد. احساس نگرانی از گسترش ویروس کرونا هر روز بیشتر می‌شود. حالا چین می‌گوید 14% از کسانی که بهبود یافته بودند دوباره مبتلا شدند. یک زن 40 ساله ژاپنی که ماه گذشته مبتلا و معالجه شده بود، برای بار دوم نتیجه آزمایشش مثبت شد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا دستور داده که مدارس از دوشنبه آینده به مدت چند هفته تعطیل شوند. تابستان امسال ژاپن میزبان بازی‌های المپیک خواهد بود. دیروز یک مقام کمیته بین‌المللی المپیک گفت که ژاپن برای تصمیم‌گیری در این باره 3 ماه فرصت دارد. از سوی دیگر نخست وزیر استرالیا گفته جهان به زودی شاهد یک بیماری همه‌گیر خواهد بود. اسکات موریسون همچنین ممنوعیت سفر مسافرانی را که از چین می آیند دست کم 1 هفته دیگر تمدید کرد. بیش از 3 هفته از آغاز این ممنوعیت می گذارد. ما از فرمانده پلیس مرزبانی خواسته ایم هر چه زودتر به ما گزارش بدهد و هر اقدام تازه‌ای که لازم باشد انجام بدهیم تا بتوانیم هر شخصی را که از هر جایی وارد کشور می شود شناسایی کنیم و تصمیم بگیریم که او باید خودش را قرنطینه کند یا به شکل‌های دیگری قرنطینه شود. وضعیت در اروپا هم چندان خوب نیست. دولت‌های اروپایی تلاش می‌کنند تا آمادگی بیشتری برای مواجهه با این بیماری داشته باشند. در بریتانیا 2 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا پیدا شده که در مجموع می شود 15 نفر. رئیس جمهوری فرانسه هم از شدت گرفتن این بیماری ابراز نگرانی کرده. ما با یک بحران مواجهیم، یک اپیدمی که در راه است. می دونیم کشورهایی هستند که بسیار بیشتر از ما تحت تأثیر قرار گرفتند. این یعنی ما باید برای خودمان در مراحل مختلف برنامه ریزی کنیم و به بهترین شکلی که می تونیم با این بحران برخورد کنیم. از خاورمیانه هم مدام گزارش‌هایی از افرادی می‌رسد که به این بیماری مبتلا شدند. عراق امروز اعلام کرد اولین مورد در بغداد دیده شده. پسر جوانی که به تازگی از ایران برگشته. با این حساب تعداد مبتلایان در عراق به دست کم 6 نفر رسیده. عربستان هم اعلام کرده که ورود حجاج خارجی برای حج عمره فعلا ممنوع است. هنوز مشخص نیست که آیا شروع ویروس کرونا مراسم اصلی حج در اوایل تابستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد یا نه. مریم افشنگ، بی بی سی. و برای صحبت بیشتر در این باره دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری‌های عفونی از واشنگتن با ما هستند. آقای دکتر، اگر از ایران شروع کنیم، در طول 1-2 روز گذشته چند برابر شده. الان میگن که خب راه تشخیص و کیت‌های تشخیص افزایش پیدا کرده، عده بیشتری امکان این رو دارند که مراجعه کنند برای اینکه آیا مبتلا هستند به ویروس کرونا یا نه. ولی چقدر باید نگران بود و آیا این به اوج خودش رسیده الان در ایران؟ بله، 100% جای نگرانی هست، جای نگرانی جدی هست. منتها باید خونسردی رو حفظ کرد و خیلی با تسلط به این شرایط برخورد کرد. الان مسئولین بهداشتی موظف هستند که اطلاع رسانی درست به مردم بکنن. این هدفی نباید باشه که وحشت ایجاد بکنن، یا به هدف همین نباید باشه که به اونها این احساس رو بدن که هیچ مسئله‌ای وجود نداره. این مسئله خیلی جدیه. تعداد
موارد ابتلا به این ویروس در ایران احتمالاً خیلی خیلی بالاتر از اونی هستش که الان گفته میشه. مطالعه هم الان اخیراً شده که به زودی در مجله بریتیش مدیکال جورنال در میاد و نشون میده تعداد احتمالاً در حد چند ده هزار هستش. در این شرایط مهمترین کاری که باید بکنه مسئولین بهداشت ایران همکاری خیلی تنگاتنگ با سازمان بهداشت جهانی هست و به دست آوردن این کیت ها مردم هم در نوبه خودشون میتونن با کم کردن فعالیت های عمومی حضور در محیط هایی که پر جمعیت هست کمک بکنن. باید توجه بکنیم که الان دیگه مسئله ایران یا یکی دوتا کشور نیست، بلکه یه مسئله پندمیک جهانیه و یک برخورد خیلی خیلی مسئولانه‌ای رو میطلبه برای اینکه بشه جلوی گسترش این ویروس رو گرفت. در ایران گفته میشه که قرار هست حداقل 3 یا 4 دوره 14 روزه رو این روند طی بکنه. الان پیش بینی چیه که قرار است چه مدت فکر میکنید این وضعیت طول بکشه؟ پیش بینی این خیلی خیلی مشکله، برای اینکه خیلی چیزا هست که ما در مورد این ویروس نمیدونیم. همونطور که تو همین برنامه هم شما گفتید، تازه این خبر در اومده که در مطالعه در چین 14% از کسایی که خوب شدن دوباره گرفتن، و اگر اینطور باشه این علامت خوبی نیست، چون معنیش این هستش که به اصطلاح این ویروس ایمنی ایجاد نمیکنه، در نتیجه آدما میتونن به کرات اینو بگیرن و در این صورت کنترل این اپیدمی خیلی مشکل تر میشه. به نظر من بهتر این که ما خیلی به این وابسته نباشیم که پیش بینی بکنیم چقدر طول خواهد کشید. اینها اون کارهایی که درسته رو باید کرد تا موقعی که تعداد عفونت های جدید کم بشه، و وقتی که ما روند کم شدنش رو میبینیم اون موقع ممکنه موقعی باشه که بشه کم کم این اقدامات قرنطینه‌ای رو یکم کمترش کرد. ولی در حال حاضر باید مثلا میخوام گفته میشد که بیشتر کسانی با سن بالا در معرض خطر هستند و یا بیماری های خاص، ولی الان میبینیم حداقل در مورد ایران اینطور به نظر نمیاد و کسانی که جوان بودند و یا حتی از سلامت خوبی برخوردار بودند یا حتی ورزشکار بودند جان خودشون از دست دادند. بله این کاملا درسته. ببینید هنوز این مسئله که بیشتر آدم هایی که بیماری های زمینه ای دارن، از جمله بیماری های قلب و عروق، بیماری آتوایمیون، سرطان یا حتی بیماری های نورولوژیک، دیابت، اینها احتمال اینکه این بیماری درشون یک کورس خیلی سختی داشته باشه و احتمالاً به مرگ منجر بشه بیشتر، در این تردیدی نیست. اما هم توی ایران هم توی چین و کشورهای دیگه موارد آدم های جوانتر هم بوده. ما نمیدونیم که این علتش چی هست و بعضی وقتا یه سری مسائل ژنتیک هستش که در ظاهر خودش رو نشون نمیده، میتونه علت اون باشه، ولی میتونه علت این باشه که به هر صورت توی آدم های مختلف این به شکل مختلفی خودش رو بروز میده. همونطور که بعضی خیلی از سرطان ها بیشتر تو سن پیری میاد، ولی خب جوان ها هم میگیرن، این هم میتونه یک نوع بیماری باشه که فقط از نظر به اصطلاح شدت بیماری فقط محدود به پیرا نباشه. به همین دلیل همه باید خیلی مواظب باشن و این محدود واقعا به یک احتمالاً یک محدودیت سنی خاص نیستش. متشکرم از شما دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی از واشنگتن با ما. اما همونطور که در گزارش فرین آسمی در ابتدای برنامه دیدیم، امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران از وزارت بهداشت و کادر درمانی آن تشکر کرد. آقای خامنه‌ای در حالی خطاب به کادر درمانی وزارت بهداشت صحبت کرد که تنها رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در کنار او بود. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره احتیاط‌های بهداشتی در دیدارهای آقای خامنه‌ای مطرح شده. این در حالی است که هنوز اماکن مذهبی در قم که کانون شیوع این بیماری است بسته نشده، تصمیمی که شاید تنها در اختیار رهبر جمهوری اسلامی باشد. همکارم پوریا ماهرویان اینجا در استودیو با ماست. پوریا، یه چیزی که قابل توجه هست شکل غیر متعارف این صحبت آیت الله خامنه‌ای، این گفتگوی اوست.
درست ناجیه، آیت الله خامنه ای در یک گفتگوی خیلی گفتگو که نه در یک بیانیه مانند خیلی کوتاه در جای نشسته که پشتش یک قفسه کتابخونه است در کنارش آقای علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی هستش. کمتر چیزی ما دیدیم از آقای خامنه ای به این شکل باشه. آقای خامنه ای دست کم یک بار پس از اینکه شیوع بیماری کرونا ویروس کرونا در قم خبرش در اومد به طور رسمی یک دیدار بزرگ گستره داشته، جلسه درس خارجش بود که در حسینیه امام خمینی در محل بیت رهبری برگزار میشه با حضور ده ها روحانی جوان که عمده اینها در قوم مرکز شیوع این ویروس هستن. به هر حال معلومه که بر اساس این چیزی که ما در این ویدیو کوتاه میبینیم یک تدابیر بهداشتی و یک حالتی که حالا نمیشه گفت قرنطینه ولی دیدار عمومی آقای خامنه ای نداشته باشه ما در این ویدیو میبینیم. خب به جز این هم چیزهای دیگه میبینیم که مثلا تا 3-4 روز پیش خبرش نبود، مثلا تا چند ساعت پیش میگفتن که نماز جمعه تهران و شهرهای دیگه برگزار میشه. میدونیم که در آخرین خبر در یک ساعت و نیم گذشته نماز جمعه تهران لغو شد، مراسم نماز جمعه اصفهان و تبریز و چند شهر دیگه به دلیل کرونا لغو شد و همینطور مثلا خب مراسم دیگه، ولی همچنان حرم حضرت معصومه در قم، مسجد جمکرا اینها باز هستن و تولیت مثلا حرم حضرت معصومه همچنان میگه اینجا این دارالشفاست، مردم باید بیان اینجا شفا بگیرن روحی و جسمی، هرچند توصیه‌های بهداشتی هم میگه رعایت میکنیم. این به نوعی داره نه تنها منع نمیکنه که زائران نرن اونجا که بدون اینکه هیچ حتی ماسک داشته باشن و بهتره که اینا در منزل بمونن، تشویق میکنه که اگه ممکنه بیماری داشته باشین ممکنه در این حرم شفا بگیرید. الان مراجع تقلید در ایران نقششون چی بوده در این موضوع؟ مراجع تقلید اگه ما بخوایم به چند دسته تقسیم کنیم، حالا مشخصا دو دسته هستن که مراجع تقلید نزدیک به حکومت، کسانی مثل آقای مکارم شیرازی، نوری همدانی، جعفر صبحانی، اینها در واقع بعضیشون سکوت کردن، بعضیشون هم اگه خواستن بگن که در مراکز پرتردد حضور پیدا نکنن مردم، ولی مشخصا راجع به حرم ها صحبت نکردن. فرض مثال آقای مثلا مکارم شیرازی گفته که بهتر است که در اماکن پرتردد نشه، ولی نگفته مستقیما که حرم. همینطور آقای جعفر صبحانی، آقای وحید خراسانی که مستقل‌تر نسبت به اون دو مرجع دیگه که اسم بردم سکوت کرده و چیزی نگفته بجز اینکه توصیه در واقع مذهبی داده. در مقابل مراجع نزدیک به اصلاح طلبان که از لحاظ حکومت یعنی جامعه مدرسین حوزه علمی اینها رو مرجع نمی‌دونه، فاقد ملاک‌های مرجعیت می‌دونه، مثل آیت الله یوسف ثانی و آیت الله اسدالله بیات زنجانی، اینا مستقیما گفتن اگر توصیه پزشکی میگه کسی نباید به حرم بره این جایز نیستش که بره و بر اساس این باید مردم عمل کنن. متشکرم از پوریا ماهرویان اینجا در استودیو. آیا خوردن آنتی بیوتیک یا سیر از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری میکنه یا مالیدن ویکس یا روغن کنجد به زیر بینی یکی از راه‌های پیشگیری است؟ توصیه‌های زیادی روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. ویژه برنامه 37 درجه امروز ساعت 7 به وقت تهران واقعیت‌های علمی را از باورهای غلط جدا میکنه. خیر، آنتی بیوتیک‌ها هیچ اثری در درمان ویروس کرونا ندارن. علتش هم به خاطر این استش که ما آنتی بیوتیک زمانی تجویز میکنیم که بیماری منشأ باکتریایی داشته باشه و اگر شما بدون هیچ گونه دلیلی شروع کنین به مصرف آنتی بیوتیک باعث میشه که اگر در آینده یک عفونت جدی باکتریایی ایجاد بشه این آنتی بیوتیک ها دیگه نتونن روی بدن شما کارساز باشن. همینطور یه سری باورهای اشتباه و غلطی تو تلگرام من میبینم، مثلا مصرف سیر یا استفاده از دهانشویه ها یا همینطور مالیدن ویکس و همچنین روغن کنجد در اطراف بینی که هیچ کدوم از اینها نمیتونه بدن شما رو در برابر کرونا ویروس محافظت کنه. ویژه برنامه 37 درجه درباره کرونا امشب ساعت 7 به وقت تهران و 8 به وقت کابل پخش میشه. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. برای مقابله با شیوع ویروس کرونا مراسم نماز جمعه این هفته در تهران و چند مرکز استان برگزار نمی شود. و
بعضی از بهبودی یافتگان در چین و ژاپن دوباره به ویروس کرونا مبتلا شدند. در ادامه برنامه عطری که دادگاه‌های استالین را تداعی می‌کند. شورشیان سوری میگویند شهر استراتژیک سراقب در استان شمالی ادلب را از نیروهای دولتی پس گرفتند. این شهر بر سر تقاطع دو اتوبان مهم قرار دارد. شهر سراقب سه هفته پیش با کمک روسیه به دست نیروهای دولت سوریه افتاده بود. رسانه‌های روسی به نقل از یک منبع نظامی گفتند ادعای شورشیان مورد حمایت ترکیه درست نیست و نیروهای دولتی حمله آنها برای پس گرفتن شهر را دفع کردند. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما هستند. آقای صدرزاده، الان اطلاعات دقیق تر چیه؟ کدوم گروه داره حقیقت رو میگه؟ پیش میکنم هر دوتاشون مقداری از حقیقت رو میگن، ولی نه همه حقیقت رو. هم روسیه که میگه که نخیر چنین کاری انجام نگرفته، ولی بعضی از شرکت ها، بعضی از وسایل ارتباط جمعی روسیه تایید میکنن که مخالفین تونستن سراغ پس بگیرن، ولی در این حال ترکیه هم پذیرفته که هنوز پس نگرفته و جنگ ادامه داره. و هر حال مثل این که شهر سراقب هنوز 100% پس مخالفین نیفتاده و اردوغان هم اعلام کرده که ما 5 تا از سربازامون در چند روز گذشته کشته شدن، بعد اعلام کرده که همه نامهاش، همه اسامی رو نمیتونم بگم، بعد گفته که ما 114 سرباز سوریه‌ای رو به اصطلاح خونسا کردیم. حالا اینکه کشته یا اینکه زخمی کرده نمیدونیم، ولی به هر حال این مناطق اطراف سراقب همونجور که گفتید هم اهمیت استراتژیک داره، به خاطر اینکه این دوتا اتوبان به هم میخورن، اتوبانی که به غرب میره و اتوبانی که بین حلب و دمشق هست. و یکی اهمیت دیگری هم که داره اینه که در حول و حوش این شهر در حدود 7 تا 6 تا ایستگاه به اصطلاح نگهبانی ترکیه هست که بر اساس اون توافق که روسیه و ترکیه انجام داده بودن در سوچی قرار بود ترک‌ها در اینجا مستقر بشن و نیروهای جنگجو رو از غیر جنگجو جدا بکنن، که به هر حال الان خیلی از این ایستگاه‌ها در محاصره نیروهای سوریه هست و در اطراف سراقب هم 2 تا از این پاسگاه‌های ترکیه بوده که گویا با این نیروهای طرفدار، نیروهای سوریه طرفدار ترکیه موفق شدن محاصره رو بشکنن. الان وضعیت چطور هست بین روسیه و ترکیه و اینکه این کشمکش همچنان بین این کشورها در این منطقه ادامه داره؟ ظاهرا روسیه 100% پشت نیروهای اسد هست که داره حمله میکنه. جالب این است که آقای اردوغان هم در همین سخنانی که من قبلا بهش اشاره کردم گفته که من 5 مارس میرم و با آقای پوتین صحبت میکنم. 1 ساعت بعد از این حرفش سخنگوی کرملین گفتش که آقای پوتین روز 5 مارس یک ترمین دیگری دارد، یک دیدار دیگری داره و وقت نداره. یعنی به عبارت دیگر به اصطلاح این حرفی هم که آقای اردوغان زد که من میرم و مسئله سراقب و دیگر حمله هایی رو که رژیم اسد کرده انجام میدم و مسئله رو حل میکنم، ظاهرا روسیه هم پاسخ منفی بهش داده، مثل اینکه روسیه با استراتژی که اسد انتخاب کرده، یعنی اینکه بره و استان ادلب رو پس بگیره، با این استراتژی موافق هست. ولی ترکیه هم در یک بنبست عجیبی قرار گرفته. الان در پشت مرزهای ترکیه نزدیک به 1 میلیون آواره سوری جمع شدن و ترکیه هم اونجا دیوار کشیده، نمیتونه باز کنه مرز رو و یک فاجعه انسانی عجیب اونجا در حال انجام است. و اروپا هم داره به اسد و روسیه میگه که بیش از این حمله نکنید، چون این به هر حال این فاجعه انسانی که داره اونجا اتفاق میفته کم یا بیش دیر یا زود به ترکیه و بعد سرانجام به اروپا خواهد. علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان، متشکرم.
درگیری های فرقه‌ای در پایتخت هند جان 10 نفر دیگر را گرفته. این ترتیب شمار جان باختگان نارامی های چند روز اخیر در دهلی به 34 نفر رسید. گفته شده همه اجساد زخم گلوله داشتند. هزاران پلیس ضد شورش و نیروی شبه نظامی در محلات گشت می‌زنند تا از درگیری هندوها و مسلمانان جلوگیری کنند. موج نارامی در از یک شنبه با درگیری موافقان و مخالفان قانون جدید شهروندی شروع شد. مخالفان می‌گویند این قانون ضد مسلمانان است. در مسکو عطری ساختند که بوی وحشت می‌دهد. هدف جلوگیری از افتتاح یک فروشگاه عطر در ساختمانی است که داخل آن زمان استالین هزاران نفر از مخالفان سیاسی رژیم شوروی را به اعدام محکوم کردند. سازندگان این عطر می‌گویند بوی آن دادگاه نظامی را تداعی می‌کند. آنها می‌خواهند این ساختمان به موزه تبدیل شود. گزارش سارا رینسفورد را ببینیم. بوی خون، بوی آهن، بوی دود. البته اگر می توانستید آنچه را آلیونا اقام می کند بکنید، اما اون لذت مردم را نمی خواهد. این بوی وحشت است. هدف الغای کشتار جمعی سیاسی در زمان جوزف استالین است. پدر بزرگ آلیونا هم در آن زمان به عنوان دشمن مردم اعدام شد. سال 1937 بازداشت شد. یه زن و سه بچه داشت. در هر خانواده روس یه داستان مشابه وجود داره. این بوی اعتراض است. این مکان میزبان دادگاه‌های زمان استالین بود. یک تاجر حالا می‌خواهد آن را به بوتیک تبدیل کند. در دهه 1930 بیش از 30,000 انسان بی‌گناه توسط جوخه‌های آتش کشته شدند. براش یه جعبه شیک طراحی کردیم و به طراحی داخلش اهمیت دادیم. میخوایم مردم بفهمن که افتتاح یک بوتیک شیک تو ساختمونی که انسانهای بیگناه کشته شدن بیفایده است. فعالا میخواهند اینجا به موزه تبدیل شود. مثل این یکی. صدها هزار پوکه فشنگ اینجاست. هر کدومشون نشانگر یکی از قربانی های زمان استالینه. اینها عکس های قربانی هست. اونها توسط جوخه‌های آتش در اون ساختمون کشته شدند. فهرست اعدامی‌ها را خود استالین امضا کرده. با این حال هنوز به او به عنوان یک قهرمان جنگی نگاه می‌شود. امروز روسیه جنایت‌های استالین را فراموش کرده. این در تاریخ ما یک لکه ننگه. باید بهش نگاه کنیم و صادقانه بگیم که اشتباه بوده و نمی‌خوایم که دوباره اتفاق بیفته. برای بعضی مسئله شخصی است. این مرد هرگز پدرش را ندیده. میگوید در سال 1938 در این ساختمان اعدام شده. از او نظرش را در مورد افتتاح فروشگاه عطر فروشی پرسیدم. او این را بی‌شرمانه خواند و آن را به رقصیدن در اردوگاه مرگ آشویتز تشبیه کرد. مالک ساختمان با ما مصاحبه نکرد، اما بوی این اعتراض ماندنی است. ساخته شده تا بماند و انسان‌ها را به تفکر وادار کند. BBC News, Moscow. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.